من نمیتونم چشمم ببندم بگم جوان این جامعه، شرایطی که تو این جامعه رخ داد تو همین دیگه دو سال اخیر، مگه میشه پنهانش کرد؟ این بار هم این کاری کردم، نمیتونستم غیر از اون بکنم. من میتونستم باشون اصلا تو اون ساختار مگه جا میگیریم واقعا؟ برم بهش بگم من دارم حرف میزنم اینجوری، بعد بگم نه اصلا همین که داری باشون بخوای بشینید دیالوگ داشته باشیم، کارت کاسکوزت ریخته به هم. یعنی حرفای فرمایشی و سر جاش. من نمیخوام بچهای دیگه رو چیز بکنم، خدا نکرده باراشون نمیخوام رد بکنم. خب من وارد حوزه های میشم، حوزه ملتهره، مگه اولین بار وارد شدم؟ سر کرخه دارم 500 صفحه جلو آقای خامنه‌ای چیز گذاشتم، نامه گذاشتم از طرف جانبازا که آقا این فیلم آبوری ما رو برده. خب مگه قراره اینجوری برخورد کنیم با موضوع؟ من اینجا باشه که سری ما رو زمین میزنن که با این حرفا. چون دارم وارد حوزه های میشم که تنش داره، بله داره، منم کوتاه نمیام. من الان نگاه کنم آقا من چرا این فیلمو ساختم؟ من محافظه‌کار اگه بودم نمیساختم. سرم اگه به آغور خودم گرم بود که نباید وارد این بحثم شدم. یه فیلم عادیه دور هم جمع بشیم و بعد تناقضای من و مال این مملکت با این مشخصات دلم میخواست که حرف روزمو بزنم، منتها با تعبیری که خودم میفهمم. من متعلق به هیچ رنگ و گروه حزبی نیستم، نه الان بودم نه اون موقع. نه اون موقع کولی دادم به چپ و راست و ایکس و ایگرگ، نه الان میدم به کسی. یه جا احساس میکردم که آقا سیستم اصلا تحمل الان تو این بحث نداره که وارد حوزه‌های سیاسی بشی. میفهمم اینو، میفهمم که آقا وقتی داره الان ماجرایی مثل اتفاقاتی که افتاد تو این دو سالی که رخ داده بود اینا، من یکی از افرادم نمیخواستم، از اولم نمیخواستم، اصلا قبل از انتخاباتم نمیخواستم مثلا من وارد این بشم، وارد یه چیز حزم بعد بشم توی جریانی که یه جایی من موافق نیستم، یه جایی موافق هستم. چرا من تو جمع میافتم؟ کار خودمو میکنم، فردیت خودمو دارم با مشخصات خودم، اونجا که فکر میکنم باید بگم میگم. و این کار شد که الان شده. بس من قصه میخورم به قرآن، بعضی وقت این جوان ها رو مقابل هم میبینم یعنی گریم میگیره از اتفاقاتی که میفته. اونم سنش پایین، اینم سنش پایین، شاخ به شاخ هم بعضی وقتا تو شرایط هایی که تو دیالات گرنو بحث هست که ای کاش تحمل نظام جوری بود که وارد این حرفا میشدیم، ولی هنوز به نظر میاد عصبیه، عصبی نمیذارن اتفاق راحت بیافته. چه میدونم والا اونا دیگه قواعد خودشونه، ولی من دوست دارم از نه حرف بزنم از این شرایطی که الان هست و نتیجهش. هر تو فیلم تو پر از این من رفتم از کنار رد میشم کاملا مثلا که واضح ترین، یعنی برای من این درام وقتی شکل گرفت، درام فیلم گزارش یک جشن، که بگویم جوانانی که جمع شدن، یعنی ازدواج بهانه ای میخوان باشن، میخوان هویت پیدا کنن، خودشون رو بشناسن، به خودشون احترام گذاشته بشه، این فضا که جمع میشن، اگه فضا رو تبدیل فضای امنیتی کنید، فضا رو یه جوری که نظر میاد انگار باید جمع بشه بسته بشه، این میتونه جای دیگه کشته بشه. این خود حکیه که اینا انقدر بحث حجاب توی این مملکت همچین بحثی مطرح شد دیگه، که آقا قرار نیستش که یه بحث فرهنگی رو اینجوری حلش بکنیم، این شکل انتظامی جواب نمیده. ببین من میخوام بگم که من به هیچ وجهی نسبت به اون افرادی که حالا شرایطی دارن که باید دستشون تفنگ باشه، بشن انتظامی، بشن امنیتی، نه اصلا اونا تعریفاش رو سر جاشونه، اونا جاهای خودشونو دارن. اشتباه و موقع است که اینا بیان جای این ورا بگیرن تو حوزه فرهنگی، مثل خانواده هایی مونه که ما داشتیم قبل از انقلاب، بعد انقلاب، الان هم داریم، خانواده های بسته ای که هیچی نمیذارن اتفاق بیفته، یعنی نمیذارن اطلاعات وارد خونهشون بشه، همه راه ها رو کلونه بستن، نمیدونم چی کردن. به محض اینکه یه اتفاق میفته، آقازاده خانمزاده بلند میشن خونه خارج میشن، مجبور میشن برن دانشگاه، ناگهان به هم میریزه اطلاعات با اون چیزی که بیرونه، کاملا ساختار به هم میریزه، شاخ به شاخی بعد میبینی اصلا یه بافت اون خانواده هم به هم میریزن. چون از اول بسته این فضا رو، این ادب، این که از اول این امکان باشه، این حرف ها باشه، تحمل ها باشه، ثابت شده الان دیگه که آقا میتونیم حرف بزنیم، میتونیم من از تو بگم، نقدت بکنم و تو هم احترام منو نگه داری، منم احترام تو رو نگه دارم، میتونیم با همینجوری کنیم، میشه با اونجاها نکشون مزه. منتها وای به وقتی که فضای امنیتی بشه. وقتی امنیتی بشه خب همه اون قدرت داره، او حرفشو پیش میبره. خیلی بی‌انصافیه، خیلی بی‌اخلاقی فیلمساز یا هر هنرمندی که خفقان ایجاد بکنه. این خفقان خیلی بدتر از خفقان سیاسی تو کشوره. من قصدم کشورمه که این کشور مال ماست، این نظام
باید تحلیل، باید این اصلاح بشه، اصلاحات میخوایم، همه هم میدونیم این اتفاق باید بیفته با زبانهای مختلف. اینو وقتی نخوایم بگیم، اینو نگو، هیچیش رو نگو، بدون دست کسی که امنیتیه میگه زبان باز به این بحث نکن، میشه این که فیلم 5 سال من میمونه توی اکران نمیاد دیگه. در حالی که این یکیش مال وزارت ارشاد بود، بعد این تصمیم میگرفت اون تصمیم گرفت. آقا من میخواستم چمران رو بسازم، بعد از فیلم گزارش یک جشن بر میگردن به من میگن که راستی ما یه ذره فکر کردیم علاوه بودجه مشکلاتی داریم، بعدا خدمتتون خبر میدیم. تو فکر کردی من چمران از دست تو میگیرم آقای تهیه کننده بخش دولتی؟ تو تعیین کننده ای برای من؟ فیلمنامه رو میخونن، حالا من حالا شاید تهیه کننده خوشش نیاد نه رو میگم آقای پیرادی، برگر و ورق میزنن میگن اینی که نوشتید همینه میخواییم بسازیم. من نه میخوام برم حکومت رو بزنم سرتش کنم. میخوام چه چیزی از اینم سوال میکنم؟ حیا نمی کنم اینم.